شبکه‌های مخابراتی در ولایت فرا با وجود ناامنی‌ها به طور نسبی فعالیت دارند. ساکنان این ولایت با وجودی که از قطع و وصل شدن و ارائه خدمات این شبکه‌ها شکایت دارند، در عین حال در این اواخر از آنچه اضافه ستانی شرکت‌های مخابراتی می‌دانند شاکی‌اند. ساکنان این ولایت میگویند که برخی شبکه‌های مخابراتی به طور آزادانه و بدون دلیل دست به کاهش میزان کردیت کارت و یا موجودی پول آنان میزند. آنان از دولت میخواهند که در این زمینه توجه داشته و مشکلات مردم را برطرف کند. این ساکنان همچنان میگویند که کاسه صبر آنان لبریز شده و اگر اداره مخابرات به خواسته های آنان رسیدگی نکند، دست به اعتراضات مدنی گسترده خواهند زد. در قدم اول خیم بسته هایی که ما استفاده میکنیم ساعت 3 بجا که میشه بعض جاها که هست فقط داخل خود شهر فرا آنتنا هست و داخل بابل اسبالی ها با بعض جاها نقاطی که از شهر دورتر از 3 بجا که ختم میشه تا 6 صبح آنتنا ختم از بسته های انترنتیشان همچنان که فال میره بعض ختم میشه نمیتونه درست استفاده کنه از مکالمات که پیام هایی که ما داره نمیتونه استفاده کنه از تماس هایی که داره نمیتونه استفاده کنه و کاملا ناراض هستیم دیگه. فرا ولایت که مخابراتی شبکی دندشنی وارد یاغس چې خلکو توقود او مالی هم اخلي له بعد مرغه کار نه کوي که انټرنیټ وګورو کله چې یو شبکه فعال کو بیا بل تیز سی بیا دا کار نه کوي بیا بل خلاص درته وایم چې هیڅ هغه چې توقود او هغه مالیات مستحق اخلي هغه کار نه کوي. همدا ډول د مکالمه یا د خبرو پروګرام خبر هم ورور اطراف کې تر ناوخته پورې ماپښین پورې ست بیا د شپې کاته دي مثلا دغه خپل یو غټ سرخوژې د خلکو لپاره د عام خلکو لپاره د تجارت لپاره که چیرې دغه خپل خدمات لا ګړندې کې دا به شوي هم به د دې تجارت پر مخ لاړ شي او هم به د خلکو کارونه په اسانۍ سره خلاص او سرته ورسیږي. در همین حال مسئولان اداره مخابرات ولایت فرا اضافه ستانی و یا کاهش دادن موجودی حساب کاربران را رد می کنند و می گویند که ساکنان اگر سندی در رابطه به این مشکل دارند باید با اداره مخابرات شریک سازند. فعالیت 24 ساعته شبکه ما روزانه اما روزه ما با مرکز جریان ما ایمیل می کنیم و از شبکه یا از ارتباطات 24 ساعته اونا با خبر هستند و هر هم شهروند ما هم شهری ما که از کیفیت و یا از پول خوردن پول موبایل زوا اینا شکایت دارن، اینا مستندن، بیای این شماره را بیار به اداره ما و ما ایر ما به این وقت ایر امیل میکنه و مشکل زور انشالله حل میکنه. سرپرست اداره مخابرات این ولایت در رابطه با ارائه خدمات شبکه ها افزوده که آنتن های مخابراتی به طور شبانه روزی در این ولایت فعال است و صرفاً دو ولسوالی ناامن در این ولایت از نعمت شبکه‌های مخابراتی محروم مانده است. در بخش کم کیفیت بودن شبکه‌های مخابراتی در ولایت فرا تهدیدات امنیتی، مشکلات تکنیکی اینا همه و همه باعث شده که کیفیت مخابرات بخصوص در سطح ولسوالی‌ها پایین‌تر بیاید. اداره مخابرات فرا تهدیدات امنیتی و مشکلات تکنیکی را اساسی ترین چالش های این اداره می داند. این در حالی است که چندی پیش نیز ساکنان این ولایت از نحوه ارائه خدمات و قطع شماری از شبکه های مخابراتی در مرکز و ولسوالی های این ولایت شکایت داشتند.